روژان هنرمند ایرانی کرد خواندن را از کودکی آغاز کرد. او زنی است فعال در عرصه هنر و فعالیت‌های اجتماعی که در میان ایرانی‌ها و مخصوصاً کردهای هنردوست از آوازه‌ای بالا بلند برخوردار است. چند سال پیش کارتون رو شروع کردین؟ یعنی از کی وارد عرصه موسیقی شدین؟ به شکل رسمی در واقع 14 سال پیش، ولی کار موسیقی رو در واقع در زمانی که مدرسه می رفتم در ایران و دوران دبیرستان که قبل از انقلاب بود شروع کرده بودم و در رادیوی کرمانشاه فعالیت هایی می کردم و بعد به اصرار همسرم که در واقع یکی از طرفداران صدای من همیشه ایشون بودن و سپورت واقعی من بودن توی این جریان، تصمیم گرفتم که به شکل رسمی در واقع کارایی رو ضبط و تکثیر کنیم که مهاجرت کرده بودم به امریکا حدود 14 سال پیش، ولی در 2004 تصمیم گرفتم که به دنبال اون موسیقی که من بودم و امکاناتش در امریکا بسیار کم بود به ایران برگشتم و دوتا CD اول رو در واقع در ایران ضبط کردیم و بعد برای تولید و تکثیر به امریکا آوردم. دل من، دل من از جهان ها نکنی، بر بکنی با دل من، در ایران که زنده یاد استاد جلال ذوالفنون و گروه شمس که در واقع ما شروع به همکاری کردیم با هم دیگه، مشکلات عدیده بود، ولی ما در واقع نمیخواستیم که مسائل رو مشکل تر کنیم. خیلی سعی میکردیم که فقط در واقع توجه ما به مسئله شعر و کار موسیقی باشه که خوشبختانه این اتفاق افتاد، ولی مجوز رسمی ما برای این کار نداشتیم. معمولا روزا اینجا در حین آشپزی و کارهای روزانه سرودی میخوانیم و به یاد کردستان زیبا و بعد کارهای جدید گوش میدم و بعد همیشه نگاه میکنم ببینم که چند تا خانوم موفق شدن که بخونن با تمام مشکلات. و به هر حال زندگی ما هم در غربت اینجوری میگذره، دور از دوستان و دور از وطن. کجا چنین شتاب با گون از نسیم پرسی، دل من گرفت زینجا. روژان در سان فرانسیسکو زندگی می کند. از او پرسیدم چرا این روزها حضورش در عرصه موسیقی کم رنگ شده. دلایل زیادی وجود داره برای این عدم حضور پررنگ، که در واقع هم مشکلات زندگی هست، مسئولیتایی که دارم، مسائل اقتصادی و جوی که در واقع در این سالها حاکم بوده به خاطر مسائل کنسرت ها، و در واقع بیشتر من توی کارهام به دنبال پیام رساندن و این بودم که صدای زن در حوزه موسیقی وجود داشته باشه، به دنبال بخش در واقع بیزنسی قضیه نبودم، هرچند که بسیار کار مشکلیه، برای اینکه سالهای 2006 و 2007 که من حدود 20 کنسرت در امریکا داشتم، تمام اون در واقع کنسرت ها، قرارداد ها، ارتباطات، تمام اینا
شخصیت خیلی مهربانی هستن. نگاهشون در واقع به حضور زن خیلی جالبه و ایشون پیشنهاد همکاری رو دادن. من با دیده منت پذیرفتم. فقط خواهش من از ایشون این بود که در زمانی که ما این در واقع کار رو داشتیم اجرا می کردیم، خواهش کردم که اختصاص بدیم این ویدیو کلیپ و فضای کار رو به کردها. روزان مشغول تهیه و تولید چند تک آهنگ است. از او راجع به تم آهنگ، ترانه سرا و آهنگ ساز پرسیدم. در ارتباط با در واقع تفکری که پشت قضیه کارای هنری منه و سالهای گذشته که دنیا پر از جنگ و مسائلی بود که واقعا همه رو تحت تاثیر قرار داده، به گمان خودم به دنبال کار و پروژه بودم برای صلح که این آهنگ زاییده شد. با آقای شاهینی یوسف زمانی کار کردم و ایدم رو با ایشون در میون گذاشتم و کار بسیار زیبایی رو خلق کردم. و بعد با دکتر افشینه یدولایی آشنا شدم که شاعر معاصر ما هستند و به هر حال بعد از مدتی صحبت کردن به جایی رسیدیم که در واقع اون کلامی رو که من دلم میخواست که از زبان یک زن مادر بیرون بیاد گفته شد تو این شعر و اسمش رو اسطوره حوا گذاشتیم. کردستان گر تو نبی